وقتتون بخیر جناب رحمانی، سپاس از همراهیتون. درباره این فراخوان‌های سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف و مطالباتی که مطرح کردن برامون بیشتر توضیح میدین؟ بله، با درود به شما و بینندگان عزیز. به اهداف اینها، این کمیته‌ای که در درجه اول در انگلیس درست شد که آقای جان مک‌کنر نماینده مجلس داشته چهرش بود و دو اتحادیه RMT و اتحادیه PCS، اتحادیه خدمات عمومی و RMT هم اتحادیه کشتیرانی قطار هستند. با این هدف که من دقیقا این اون جمله‌ای که نوشتن را براتون میخونم، اهداف این کمیته به ریاست جان مک‌کنر نماینده مجلس ارائه توضیحات و اطلاعات در مورد مبارزات مردم در ایران، بسیج، حمایت و همبستگی با قیام انقلابی و علیه نقض حقوق بشر و تسهیل ارتباط مستقیم بین تشکل‌های کارگری در بریتانیا و در ایران می باشد. بعد از اینکه این کمیته درست شد، کشورهای مختلف هم وارد شدند، از جمله دانمارک، که تمام اتحادیه‌های کارگری دانمارک، باید بگیم نهادهای حقوق بشری و زنان، در همین روز در شهر کوپنهاگ تظاهرات خواهند کرد. در فرانسه کلکتیو فرانسوی که از جمله 4 فدراسیون سندیکای متحد، اتحادیه سندیکا برای همبستگی، اتحادیه ملی سندیکاها، اینها به علاوه کلکتیو فرانسه در همین روز فردا جلوی سفارت جمهوری اسلامی تظاهرات خواهند کرد. در کانادا جلسه ای برگزار خواهد شد که مسئولان این اتحادیه کیوب و خدمات اجتماعی کانادا هستش و پیام همبستگی با مردم ایران و کارگران میفرستن. اتحادیه هایی در آلمان که معروف ترینشون اتحادیه دگبه هست، اتحادیه سراسری آلمان، و همینطور اینها پیام خواهند فرستاد. امروز جلسه دارن و فردا حتما یارکسینی خواهند داشت و یارکسینی هم در شهر کل در مقابل اتحادیه های کارگری قرار بود. مجموعاً هدف اینها را اگه خلاصه کنم بگم با چه شعارهایی میان: آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دستگیر شدگان زندان سیاسی، آزادی و آزادی برای تشکل‌های سیاسی کارگری و حق تشکل، اعتراض و اعتصاب هست، لغو تبعیض جنسی و حجاب اجباری. این مجموعه خاصه که مطرح شد. چقدر این فراخوان‌های گسترده تو کشورهای مختلف در حمایت از کارگران و معترضان ایرانی سابقه داشته؟ ببینید، ما همیشه حمایت اتحادیه‌های کارگری را در مبارزات کارگران، معلمان، زنان داشتیم در طی این 40 سال که جمهوری اسلامی و حتی قبل از اون سر کار بودن. مهمترین اتحادیه‌هایی که بیشترین حمایت را کردن، آموزش بین‌الملل، EI میگن، Education International، که 172 کشور عضوش هستن، 132 میلیون عضو داره، همیشه از اعتراضات معلمان در ایران حمایت کردن. اتحادیه‌های کارگری در انگلیس، از RMT گرفته PCS تا TUC که کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلیس هستش، در بسیاری موارد، از اعتصاب رضا شهابی گرفته تا اسماعیل عبدی و بقیه فعالین کارگری، حمایت کردن. کلکتیو فرانسه همیشه در میدان بوده، همیشه حمایت کرده از جنبش کارگری ایران. و بنابراین اگه بشماریم، همینطور اتحادیه‌های کارگری آلمان، فرانسه، ببخشید دانمارک و اتحادیه‌های کارگری سراسر اعتراضات کارگران در ایران حمایت کردن. جان رحمانی، کوتاه می‌فرمایید چقدر میتونه در داخل کشور امید بخش باشه، در واقع به این کنشگری و خیزش سراسری کمک بکنه؟ ببینید، همونطور که اون بیانیه سندیکای شرکت واحد رو خوندیم، این نشون میده عکس عمل اینا چی هست. یعنی یک بارقه امیدی باید بگیم در دل اینها میکاره، که اینها میدونن که تنها نیستن، یک، و میدونن که تنها کسایی که میتونن از اینا به طور واقعی برای خواسته و مطالباتشون حمایت بکنن، کارگران، فعالین کارگری، نهادهای حقوق بشری هستن. و از این زاویه حتی زندانیان سیاسی که در زندان هستن صدا رو خواهند شنید و روحیه خواهند گرفت. سپاس از شما. ستار رحمانی، فعال کارگری از لندن.